سلام دوستای عزیز، امروز میخوام در مورد چربی سوزی باهاتون صحبت کنم و حقیقت رو بهتون بگم که چه چیزایی باعث چربی سوزی میشه و چه چیزایی نمیشه. حالا خیلی شنیدین که مثلا میگن که اینو بخور چربی رو میسوزونه، ای وای اینو بخور چربیت میسوزه، سرکه بخوری باعث چربی سوزی میشه، این ورشو بکن چربی. آقا جان، هیچ چیزی باعث چربی سوزی نمیشه به جز یه چیزی، و اون چی میتونه باشه؟ اگه گفتین فکر نکنم که کسی تا حالا بهتون گفته باشه، ولی من به شما میگم اینا همه چیزها برمیگرده، در واقع چربی سوزی و وزن کم کردن فقط به یه چیز بستگی داره، و اون مقدار کالری که شما مصرف میکنین و مقدار کالری که شما میسوزونین. حالا چجوری کالری مصرف میشه و چجوری کالری سوخته میشه؟ اصلا کالری چی هست؟ کالری در واقع انرژیه که ما از غذا میگیریم. حالا یه سری غذاها انرژی زیادی دارن، یه سری غذاها انرژی کمی دارن. به عنوان مثال غذاهایی که چربی زیادی دارن معمولا انرژی بالایی دارن، غذاهایی که چربی کمتری دارن انرژی پایینی دارن. واسه همین کالری غذاهای چرب بیشتره، مثلا کالری غذاهای کم چرب کمتره. حالا این کالری چجوری میتونه در اضافه کردن و از دست دادن وزن بهمون کمک کنه؟ وقتی کالری ما زیاد بگیریم و در واقع اون کالری نسوزونیم، با حرکت کردن، ورزش کردن و اینکه در طول روز یه ذره چی میگن این ورور بریم تکون بخوریم، حالا میتونه رقص باشه، ورزش باشه، راه رفتن باشه، حالا هر چیزی، اگه کالری نسوزونین این کالری سوخته نمیشه و باعث اضافه وزن میشه. حالا اگه این کالری، حالا اگه به اندازه کالری بگیرین و به همون اندازه هم کالری بسوزونین، یعنی یه اندازه کالری میگیرین یه اندازه کالری میسوزونین، شما اینجوری کالری اینجوری باعث میشه که وزن بدنتون نه کم میشه نه زیاد میشه. یعنی در واقع این دوتا خیلی مساوی هستن، کالری که به شما میرسه و کالری که بدنتون میسوزونه، پس وزنتون نه کم میشه نه زیاد میشه. حالا کالری میگیرین شما، ولی چی میگن اسمشو یادم رفت، کمک کنید، ولی تحرک روزانه‌تون اگه این کالری که میگیریم، از اول میگم کالری که میگیریم و تحرک روزانه‌تون به جای اینکه مساوی باشه میره بالا، این باعث میشه که شما وزنتون کم بشه و چربی بسوزنیم. پس اینجوری شد، اگه کالری مساوی باشه شما نه وزن کم میکنید نه وزن زیاد میکنید، اگه کالری بالا باشه و تحرکتون پایین باشه شما وزن زیاد میکنین. حالا اگه کالریتون کمتر از تحرکتون باشه، این کالریه، این تحرکتونه، شما وزن کم میکنین. حالا خیلی تبلیغات میبینیم در مورد نمیدونم غذاهای چربی سوز، نمیدونم چایی که چربی میسوزونه، نمیدونم نوشیدنی هایی که چربی میسوزونه، سرکه باعث چربی سوزی میشه، ماست بخورین چربی شکمتون آب میشه. از این خبرا نیست، اصلا از این خبرا نیست. بی خودی نه وقتتون تلف کنین، نه پولتون رو هدر بدین، نه هم که مغزتون رو ذهنتون رو با این چرت و پرت پر کنین. خیلی ها هستن متاسفانه که من هرس میخورم اینجا، حتی خارج از کشورم هست، فقط تو ایران نیستش، من اینجا هم دارم تمام سعیم میکنم که بجنگم علیه این تبلیغات الکی که فقط پول دنبال پول مردمن و تمام کسایی که خودشون دکتر میدونن، نمیدونم متخصص تغذیه، متخصص ورزش میدن و همش چرت و پرت به مردم تحویل میدن. من دارم تمام تلاشم میکنم بی خیال همه این مواد، چی میگن بی خیال تمام این یه دقیقه وایستین، تمام این چی میگن کالا، زبانم اصلا دیگه، کالاهایی که میان میگن که این غذا، این نوشیدنی فلان، حالا هر چیزی باعث چربی سوزی میشه، اصلا همچی خبری نیست.
بیخیال اینو بشین. اصلا هر کالایی دیدین، هر کسی دیدین این همچین تبلیغ میکنه، دیدینش فرار کنین. اصلا برین یه مسیرتون رو کلن عوض کنین، پولاتون رو هدر ندین لطفاً. اوکی؟ همه غذاها کالری دارن، تمام غذاها کالری دارن به جز آب، چای و کافی سیاه. حالا اگه شما به آبتون چیزی اضافه کنیم، مثلا شکری، حالا هر چیز دیگه ای، اون آب کالری دار میشه. اگه به چایتون شکر یا شیر اضافه کنیم، اون چای کالری دار میشه. اگه به کافیتون شکر یا شیر اضافه کنین، کالری دار میشه. در غیر این صورت کافی و چای و آب اگه ساده باشن، هیچی توش نباشه، کالری ندارن، میتونین هر چقدر که دلتون میخواد بخورین. حالا غذاهایی که چطوری میشه که شما بفهمین که چه چیزای کالریش بیشتره، چه چیزای کالریش کمتره؟ همیشه اگه چیزی میخواین از بیرون، اون روی بستش یه بارکدی داره و اون قسمت چیزاشو نوشته که مثلا هر 100 گرمش اینقدر کالری داره. شما از اونجا میتونین بخونین که چقدر کالری داره و تشخیص میدین که مثلا این اگه کالریش بالاست یا کالریش پایینه. ولی کلا چیزای چرب، غذاهای چرب و خیلی شیرین، یا حالا نمیتونم بگم حالا مثلا فقط چون شیرینه اینجوری، ولی غذاهایی که چربی بالایی داره معمولا کالری بالایی داره. فکر کنم یکی از مسائلی که ما غذاهای ایرانیمون داره که باعث شاید چاقی میشه، یکی اینکه اول زیاد میخوریم، obviously انتظار ببخشید کلمه‌گیری، مسلما زیاد میخوریم، مخصوصا وقتی که غذا میارن غذا به این گندگیه، یعنی عوض اینکه بشقاب اینقدی باشه اینقدر میاد، غذامون سایزش هم بزرگه، اندازش هم بزرگه و واسه این آدم پرخوری میکنه متاسفانه. بهترین راه برای چربی کم کردن اینه که کالری کمتری مصرف کنیم و تحرکتون رو ببرین بالا. حالا من تو ویدیو بعدی در مورد این مسئله بیشتر صحبت میکنم، در مورد این که مثلا چجوری تحرکاتون رو میتونین ببرین بالا، چجوری میتونین غذاتون رو کنترل کنین و چجوری میتونین وزن کم کنین و همه اینا. امیدوارم که لذت برده باشین. تا ویدیو بعدی.